سلام و وقت بخیر. با یک خبر دیگر از کانال میهن دوستان خوش آمدید. طالبان اخیراً از یک تعداد بسهای شهری رونمایی کردند که این اقدام واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران معتقدند که این بسها در واقع تولید یک شرکت چینی است و طالبان سعی دارند با این اقدام مردم افغانستان را فریب دهند. در تحلیل این موضوع باید به چند نکته توجه کرد. اولا رونمایی از بسهای شهری توسط طالبان نشان دهنده تلاش آنها برای نمایش پیشرفت و توسعه در کشور است. اما از سوی دیگر این اقدام بیشتر به یک نمایش تبلیغاتی شباهت دارند تا یک گامی واقعی در جهت بهبودی زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی. طنز ماجرا اینجاست که طالبان فکر می‌کند مردم افغانستان از تکنولوژی و اطلاعات روز بی‌خبر هستند و می‌توانند با رونمایی از بسهای چینی آنها را تحت تاثیر قرار دهند، در حالی که کاربران فضای مجازی به سرعت متوجه شدند که این بسها تولید چین است و این موضوع را به اشتراک گذاشتند. در نهایت این اقدام طالبان بیشتر به یک نمایش تبلیغاتی شبیست که هدف آن جلب توجه و ایجاد تصویری مثبت از خود در میان مردم است. اما واکنش‌های کاربران نشان می‌دهد که مردم افغانستان به خوبی از واقعیت‌ها آگاه هستند و نمی‌توان به سادگی آنها را فریب داد. این موضوع چند نکته مهم را نشان می‌دهد. طالبان با رونمایی از بسهای شهری سعی دارند نشان دهند که توانایی مدیریت و توسعه زیرساخت‌های کشور را دارند. این اقدام بیشتر به یک نمایش تبلیغاتی شباهت دارد تا یک گام واقعی در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی. واکنش های کاربران فضای مجازی نشان می دهد که مردم افغانستان به خوبی از واقعیت ها آگاه هستند و نمی توان به سادگی آنها را فریب داد. این نشان دهنده سطح بالایی آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعات است. اینکه بسها تولید یک شرکت چینی هستند نشان می دهد که طالبان برای نمایش پیشرفت خود به منابع خارجی متکی هستند. این موضوع می تواند سوالات را در مورد توانایی های داخلی و استقلال اقتصادی کشور مطرح کند. واکنش های طنزآمیز کاربران نشان دهنده روحی نقدپذیری و طنز در جامعه است. این وضعیت به طور کلی نشان دهنده تلاش طالبان برای جلب توجه و ایجاد تصویری مثبت از خود است، در حالی که مردم به خوبی از واقعیت ها آگاه هستند و نمی توان به سادگی آنها را فریب داد. تشکر از همراهیتان. برای خبرهای داغ روز با ما همراه باشید.